در تاریخ 22 سپتامبر گذشته در ساعت 14 و 21 دقیقه به وقت گرینیچ رویدادی اختری پیش آمد که تغییر فصلها را در سراسر کره زمین به دنبال داشت. در برنامه امروز می‌خواهم درباره پاییز و مهرگان سخن بگویم. زمان این رویداد برای ما ایرانیان همیشه در تاریخ 1 مهر ماه است، زیرا گاه شمار ایرانی پرسونانه به دقت فصلها را همراهی می کند. در آن آغاز هر فصل آغاز 1 ماه خورشیدی است. در گاه شمار جهانی گریگوری که اکنون سال 2016 آن هستیم، آغاز پاییز در یکی از 4 روز 22، 23، 21 و 24 سپتامبر روی می دهد. بیشتر در 22 و 23 و به ندرت در 21 و 24 سپتامبر. از این رو گاه شمار ایرانی بسیار دانشیک و خردگرایانه است. نخواست ببینیم که پاییز از دیدگاه اخترشناسی چیست. کره زمین در مداری به گرد خورشید می‌گردد که با صفحه استوایی خورشید که همان صفحه استوای زمین است زاویه 23 درجه می‌سازد. در نتیجه کره زمین در حرکت سالانه خود به گرد خورشید بیشتر یا بالای صفحه استوایی قرار دارد یا پایین آن. بنابراین در سراسر سال شب و روز درازای یکسانی ندارند، یا روز درازتر است یا شب. تنها در 2 لحظه درازای شب و روز در سراسر کره زمین یکسان می شود و آن هنگامی است که زمین به یکی از 2 نقطه برخورد صفحه مدارش با استوا میرسد. این 2 نقطه را هموگان مینامیم. هموگان به معنای برابر مساوی از پهلوی هموگ، به معنای برابر مساوی از هم، که در اصل به معنای برابر یکسان و همان است. زمین با رسیدن به این نقطه های هموگان یا به سوی شمال آسمان می رود یا به سوی جنوب. اگر به سوی شمال برود، در سراسر نیمکره شمالی آغاز بهار است. این نقطه را هموگان بهاری می گوییم. در همان لحظه در نیمکره جنوبی پاییز آغاز می شود. اگر زمین در سر راهش به سوی جنوب به این نقطه برسد، در نیمکره شمالی پاییز آغاز می شود و در نیمکره جنوبی بهار. البته تا صدی 16 انسان نمی دانست که زمین به گرد خورشید می گردد. می پنداش که این خورشید است که به گرد زمین حرکت می کند. تصور می کرد که این 2 نقطه محل برخورد مدار خورشیدند وقتی که خورشید در حرکت سالانهش به استوا می رسد. به هر حال ایرانیان از دیرباز به این 2 نقطه از سال اهمیت بسیار می دادند. بهار را با نوروز جشن می گرفتند و می گیرند که بزرگترین نماد فرهنگی آنان به شمار رفته و می رود. در گذشته درباره ویژگی ها و فلسفه و اهمیت نوروز سخن گفتم. می توانید به ویدیوهای آن بازگردید. آغاز فصل پاییز هم برای ایرانیان بسیار مهم بوده. با آیین‌های آن را ارج می گذاشتند. با جشن مهرگان که یکی از آیین‌های شادی بخش ایرانی است. پیش از آنکه ادامه دهم، ببینیم واژه پاییز در فارسی از کجا آمده است. پاییز از فارسی میانی پادز یا پاتز می آید که خود سرانجام از پوروا ایرانی پاتی زایا گرفته شده است، به معنای نزدیک به زمستان. از پیشمند پاتی نزدیک و زایا به معنای زمستان. این واژه در اوستایی زین یا زیم است. همریشه است با سانسکریت همن به معنای زمستان، یونانی خیمون، لاتین هیمس، لیتوانی ژیما، همگی به معنای زمستان. بخش آغازین واژه فارسی زمستان هم یعنی زم یا زم به معنای سرما از این خانواده است. همچنان که زمحریر به معنای سرمای سخت،
زمهریر فارسی است نه عربی، از فارسی میانه به عربی رفته و قرآن هم آن را به کار برده است. چنان که گفتم مهرگان یکی از بزرگترین جشن‌های ایرانی بوده و در ایران باستان با همون شکوه و مراسم جشن نوروز برگزار می شده است. در دوران ساسانیان شاهنشاه بار عام می داد و لباس ارغوانی می پوشید و به شادی می پرداخت. به ویژه روز 16 مهر اهمیت بسیار داشت، چون روز مهر از ماه مهر است. ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه شرحی درباره مهرگان نوشته که در اینجا می آورم. ترجمه اکبر دانا سرشت. مهر ماه روز اول آن هرمزد روز است و روز 16 مهر است که عید بزرگی است و به مهرگان معروف است که خزان دوم باشد و این عید مانند دیگر اعیاد برای عموم مردم است و تفسیر آن دوستی جان است. البته درست نیست، ابو ریحان در اینجا مهر را دوستی میگیرد و جان را به معنای جان. ادامه و گویند که مهر نام آفتاب است و چون در این روز آفتاب برای اهل عالم پیدا شد، این است که این روز را مهرگان گویند و دلیل بر این گفتار آن است که از آیین ساسانیان در این روز این بود که تاجی را که صورت آفتاب بر او بود بر سر می گذاشتند و آفتاب بر چرخ خود در آن تاج سوار بود. ادامه می دهد می گویند سبب این که این روز را ایرانیان بزرگ داشتند آن شادمانی و خوشی است که مردم شنیدند فریدون خروج کرده پس از آن که کاوه بر ضحاک بیبرسپ خروج نموده بود و او را مغلوب و منکوب ساخته بود. مردم را به فریدون خواند و کاوه کسی است که پادشاهان ایران به رایت او تیمن می‌جستند و علم کاویانی از پوست خرس بود و برخی هم گفتند از پوست شیر بوده و آن را درفش کاویان نامیدند که پس از او به جواهر و طلا زیب و زیور کردند. نیز گفتند در این روز فرشتگان برای یاری فریدون آمدند و در خانه های پادشاهان این طور در این ماه رسم شده که در صحن خانه مرد دلاوری هنگام طلوع آفتاب می ایستد و به آوازی بلند می گوید ای فرشتگان به دنیا پایین آیید و شیاطین و اشرار را قلع و قمع کنید و از دنیا آنان را دفع نمایید و می گویند در این روز خداوند زمین را گسترانید و کالبدها را برای آن که محل ارواح باشد آفرید و در ساعتی از این روز بود که خداوند ماه را که کره‌ای سیاه و بی‌فروغ بود بها و جلا بخشید و بدین سبب گفتند که ماه در مهرگان از آفتاب برتر است. سلمان فارسی میگوید ما در عهد زرتشتی بودن میگفتیم خداوند برای زینت بندگان خود یاقوت را در نوروز و زبرجد را در مهرگان بیرون آورد و فضل این دو بر ایام مانند فضل یاقوت و زبرجد است به جواهر دیگر. پایان گفتاورد. در این شکی نیست که آیین مهرگان در زمان ساسانیان با شکوه بسیار جشن گرفته می شده است، ولی از چگونگی آن در زمان هخامنشیان آگاهی بسیار کمتری داریم. گاه شمار کنونی ما که با فروردین آغاز می شود و ماه هفتم آن مهر است، گاه شماری است در اصل زرتشتی. این گاه شمار در اداره شاهنشاهی هخامنشی به کار نمی رفته. برای این کار از گاه شمار هخامنشی و گاه شمارهای بابلی و ایلامی استفاده می کردن. گاه شمار هخامنشی به احتمال بسیار گاه شماری بوده که مردم بخش‌های جنوب باختری سرزمین ایران بزرگ به کار می‌بردند. این طبیعی است که در سرزمین پهناوری که تیره‌های ایرانی زندگی می‌کردند، از آسیای میانه گرفته تا آسیای کوچک ترکیه کنونی، مردم هر ناحیه گاه شمار ویژه خود را داشته باشند. در گاه شمار هخامنشی نام مهر ماه وجود ندارد. در این گاه شمار ماه هفتم باگ یادیش نام دارد، به معنای ماه پرستش خدا، از بگه به معنای بق خدا و ید پرستش کردن یزیدن. ایزد هم از همین خانواده است. اگر بخواهیم باگ یادیش را با دانسته های امروزی من به فارسی ترجمه کنیم می شود بق یزشان.
ممکن است که این بق همان مهر یا میترا باشد که بزرگترین خدای هندو ایرانیان بوده. زرتشت با بازدیسی رفرم خود مهر را از جایگاه بلندش به پایین کشید و به یکی از ایزدان دین زرتشتی ترادیسید تبدیل کرد. به هر حال بنابر نوشته های یونانی شاهان هخامنشی هر سال جشن بسیار باشکوهی برای میترا یا مهر برپا می کردند. نام فارسی باستان این جشن به ما نرسیده. اگر بخواهیم آن را از روی فارسی و پهلوی بازسازی کنیم می شود میترا کنا. کتسیاس پزشک یونانی که در سده چهارم پیش از میلاد در دربار اردشیر دوم هخامنشی به سر می برده می نویسد که شاهنشاه در جشنی که هر ساله برای بزرگداشت میترا برپا می کنند باده می نوشد و به دستفشانی می پردازد. استرابون جغرافی نگار سده یکم پیش از میلاد میگوید که هر سال ساتراپ ارمنستان به مناسبت جشن میترا 20,000 کره اسب برای شاه میفرستد. در واقعیت این رقم شک دارم، حتی امروز هم فراورش و ترابری سالانه 20,000 اسب آسان نیست. به هر حال پس از اسلام هم مهرگان را شاهان جشن می گرفتند، به ویژه در دربار غزنویان، و شاعران غزنوی از خود شعرها باقی گذاشتند. رودکی: ملکا جشن مهرگان آمد، جشن شاهان و خسروان آمد. فرخی سیستانی: مهرگانت خجسته باد و دلت برکشیده بر اسب شادی تنگ. عنصری: مهرگان آمد گرفته فالش از نیکی مثال، نیک روز و نیک جشن و نیک وقت و نیک حال. منوشهری: ای امیر مهربان این مهرگان خرم گذار، فر و فرمان فریدون ورز با فرهنگ و هنگ. باز هم منوشهری: آمد خجسته مهرگان جشن بزرگ خسروان، نارنج و نار و ارغوان آور از هر ناحیه. مهرگان هم مانند نوروز از آیین‌هایی است که دیگران از ایرانیان گرفتند، به ویژه در جامعه‌های عرب. عرب‌ها چون صدای گ ندارند مهرگان را مهرجان تلفظ می‌کنند. ابو عبدالله مقدسی یا مقدسی جغرافیدان و جهانگرد عرب که خود در پایان سده چهارم هجری از شهر عدن بازدید کرده از برگزاری جشن مهرجان در آنجا یاد می‌کند. چنان که از شعرهای عبدالرحمن بلنوبی شاعر عرب که در سیسیل زاده شده برمی آید، مهرجان در سده‌های پنجم ششم هجری در قاهره جشن گرفته می شده است. این عجیب نیست، چون مصریان همچنین جشنی داشتند به نام نیریز که همان نوروز است. بنابر ابوالحسن مسعودی تاریخ نویس و جهانگرد سده چهارم هجری، مسیحیان عراق و سوریه مهرجان را در روز آغاز زمستان جشن می گرفتند. به احتمال بسیار این گسترش آیین‌های ایرانی به پیش از حمله عرب برمی گردد، نه پس از آن که فرهنگ و تمدن ایرانی دچار آسیب‌های ویرانگر شد و درخشش پیشینه خود را از دست داد. وقت ما به پایان رسید. در دو واژه مهرگان یکی از آیین‌های شکوهمند فرهنگ ایرانی است. مانند نوروز ارج‌گذاری به زاستار طبیعت و همراهی با آن است. چه خوب است که ما در نگاهداری چنین آیین‌های هوشمندانه و شادی بخش بکوشیم. گویند که داریوش نیکوکردار درخواست دو آرزوی نیک از دادار، که اول برهان کشورم از دام دروغ، دوم او راز خشکسال ایمن دار. سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. پس از مقدماتی که در سخنان پیشین به عرض رساندم، به نظرم امروز میتوان درباره برخی واژه‌های نااصل در فرهنگ سیاسی ایرانیان معاصر توضیحاتی داد. مقصود من واژه‌ها و مصطلحاتی هستند که بر مبنای منافع سیاسی خاصی یا بر مبنای برخی نظریات ایدئولوژیک وارداتی در ایران جعل شدند.
این گونه واژگان و مفاهیم که حامل انواع مسمومیت‌های فکری و نظری در تاریخ معاصر ایران بودند، متاسفانه مثل خوره یا سلول‌های بدخیم فرهنگ سیاسی ایرانیان را به فساد کشیدند. از این رو دیر یا زود میباید به یمن نقد فرهنگی و به همت اندیشه ورزان و دانشوران اهل تخصص از زبان سیاسی و از گفتمانهای غالب بر فضای سیاسی ایران کنار نهاده شوند یا در وضعیت و جایگاه‌های واقعی خود قرار گیرند و همچنان که عتیقجات و اشیاء باستانی را در موزه ها طبقه بندی می کنند، این عبارات و مفاهیم که به دورانهای سپری شده تعلق دارند نیز می باید به بایگانی تاریخ سپرده شوند تا علاقمندان به پژوهش در علوم اجتماعی و تاریخ سیر اندیشه در ایران به آنها دسترسی داشته باشند. مسلم آن است که این مصطلحات که متاسفانه فراوانند ریشه در دروغ و جعل و تقلب دارند و به هر حال کارکرد آنها و نتایجی که تا امروز به بار آورده اند برخلاف منافع حیاتی ملت ایران بوده است و طی ده ها سال مداوم صدمات فراوان و جبران ناپذیری به سرنوشت سیاسی و اجتماعی کشور ما زدند. پیش از این حدود 8 سال پیش نیز ضمن مقاله‌ای به نام درباره چند مفهوم مفصلاً به توضیح و تشریح تعدادی از آنها پرداخته بودم و در کتابی به نام زبان فارسی و هویت ایرانیان انتشار اینترنتی یافته که میتوان به اون مراجعه کرد. این گونه واژگان در گفتار بسیاری از افراد متعلق به گروه‌های سیاسی ایران جنبه آیینی یافته و بدون توجه به معنایی که در آنها نهفته و بی‌اعتنا به درستی و نادرستی آن مفاهیم را همچون مؤمنان متدین به کار می‌برند و مکررن این الفاظ را بر زبان و قلم جاری می‌کنند و چه بسا بسیاری از آنان مطلقاً نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند که منافعی غیر از منافع عالی ایرانیان خمیرمایه و محرک اصلی سازندگان و رواج دهندگان این مفاهیم بوده است. این مصطلحات جعلی از آنجا که حاوی اظهارات بی‌پایه نظری و محمل برخی تبیینات ایدئولوژیکند، به دلیل استمرار و به علت تکراری که آنان را به اوراد دینی بدل ساخته است، فرهنگ و اندیشه سیاسی را در ایران گرفتار فسادی دیرسال و کهن ساختند و در حکم استخوان لای زخم برای سلامت اندیشه سیاسی ایرانیان معاصر ایفای نقش کرده و به سهم خود مانع برقراری آزادی در کشور ما شده و می شوند. در اینجا برخی از این مصطلحات را که به ویژه در وضعیت خطیر فعلی خطرناکترند به اختصار یادآوری می‌کنم و تأکید می‌ورزم که این سخنان هشدار دهنده حرف‌های تازه‌ای نیستند و ماهیت حقیقی آنان با اندک تعمقی برای همگان آشکار شدنی است. بیان چنین واقعیتی در اینجا مطلقاً کشف این جانب نیست و هر ایرانی می‌تواند با مروری در تاریخ معاصر و با سیری گذرا در افکار کوششگران گوناگون سیاسی و با اندک توجهی به اقدامات برخی جریانات سیاسی طی چند دهه اخیر نتایج منفی و بازدارنده آنها را به وضوح مشاهده کند. اصطلاحات و واژه‌هایی که در اینجا به آنها اشارتی رفته است عبارتند از: اول، خلق، واژه خلق که گاهی به معنای مردم و توده مردم و گاهی به معنای ملت به کار بردند. واژه خلق هرگز در معنای ملت یا گروه قومی یا ملی در زبان و ادبیات فارسی به کار نرفته بوده و به معنای مردم و قوم و ملت در هیچ فرهنگی نیامده بوده است و این معناهای جدید رایج محصول دوران جدید 70-80 سال اخیر است. بنابراین خلق به معنایی که در دوران ما رواج یافته دارای یک بار ایدئولوژیک و نظری است که با آن تزریق شده و پیش از آن خود واژه خلق از چنین مفهوم و معنایی برخوردار نبوده. شرح این معنا رو در جای دیگری دادم و توضیح کاملتر رو به فرصتی دیگر موکول میکنم. خلق ها
پیداست که هنگامی که خلق در معنای ملت به کار رود، خلقها در معنای ملتها به کار برده خواهد شد. این دو واژه خلق و خلقها چه در معنای توده مردم و توده های مردم به کار روند و چه در معنای ملت و ملتها، به هر حال تاریخ مصرفشان تمام شده و با فروپاشی امپراتوری شوروی و اقمار آن که در وجه قالب خود متکی بر افکار استالینیستی بود، به بایگانی تاریخ سپرده شدند. با این همه باید گفت که بار سیاسی و ایدئولوژیک این دو واژه در کشور ما همچون زخمی بر تن دو سه نسل از کوششگران سیاسی مداومت یافته و بر پیکر کسانی که دلباخته و مسحور افکار ایدئولوژیک اردوگاه شوروی در جنگ سرد بودند همچنان ناسور مانده است. رد و اثر این زخم را میتوان در نام دو سازمان مهم سیاسی که در دهه های 40 و 50 تا اوایل دهه 60 در ایران فعال بودند هنوز هم مشاهده کرد. درباره این مفهوم خلق و خلقها چون که فرصتی پیش آمد بیشتر توضیح خواهم داد. سوم، مفهوم کثیرالمله، واژه ساختگی ایران به عنوان کشوری کثیرالمله. این واژه ایران کثیرالمله نیست که سرشار است از بدخواهی در برابر منافع حیاتی ملت ایران و در برابر یک پارچگی کشور ما، دست پخت روسیه شوروی بود و پایه و بنیاد نظری گروه های قومگرا و جدایی خواه بران نهاده شده است. علاوه بر این، اوتوپیای ایرانی کسانی که سالیان دراز برای ایران رؤیای برقراری به اصطلاح جماهیر شوروی سوسیالیستی در سر می پروردند یا آرزوی به اصطلاح جمهوری دموکراتیک خلق در دل داشتند، نیز با این واژه دوستی و الفت سیاسی و نظری داشته است. بدین رو و بر چنین زمینه است که این اصطلاح طی ده‌ها سال در میان بسیاری از ایرانیان رواج داده شده و آگاهانه یا ناگاهانه بر زبان جاری شده است و ترویج آنها همچنان بر همان نهج و روش سابق مداومت دارد و دروغی است که سنگ بنای کاخ‌های رؤیایی بسیاری از فریب خوردگان ایران شده است. ملت‌های ایران، این اصطلاح نتیجه مستقیم واژه کثیرالمله است، زیرا ترکیب کثیرالمله را در معنای ملت‌های متعدد به کار می‌برند و نتیجه‌ای که از آن حاصل می‌شود آن است که ایران نه یک ملت بلکه مجموعه است از ملت‌ها. پذیرش این اصطلاح جعلی خود به خود وجود ملت ایران را نفی و ملغا می‌کند، زیرا چنانچه پذیرفته شود که ایران مجموعه است از ملت‌ها، به ناگزیر می‌باید موجودیت ملت ایران به عنوان ملتی مستقل و متحد مورد تایید همگان قرار گیرد. به عبارت دیگر، پذیرفتن نظریه مفهوم ملت‌های ایران در ایران برابر خواهد بود با نفی و الغای نظری ملت ایران. چون این کاری، یعنی نفی و الغای ملت ایران، دست کم به لحاظ نظری ده‌ها سال است در نظریه پردازی‌ها، مقاله ها و مصاحبه ها و مباحث جاری در میان کنشگران سیاسی، به ویژه در میان طیف چپ، از آن سوی لنینی استالینی بگیرید تا برسید به این سوی ماویی انور خجاییش، و نیز در میان کوشندگان تفرقه قومی و جدایی طلبان خجالتی یا آشکارگو رواج دارد و احدی بر قباحت آنها انگشت نمی نهد یا صدای معترضان آنچنان ضعیف و نقشی که می زنند آنچنان کمرنگ است که در میان قوغا و هیاهوی جاری خاموش و در میان گرد و غباری که فضا را انباشته است گم و گور می شود. جغرافیایی به نام ایران، این واژه که در سالهای اخیر وارد گفتمان تجزیه طلبان، به ویژه وارد در نظریه پردازی ها و سخن پراکنی های قومگرایان پان ترک و پان عرب شده است، کاربرد این واژه جعلی و مغرضانه، یعنی جغرافیایی به نام ایران، برای کسانی که آن را در نظریات و مباحث و مقالات سیاسی خود به کار می‌برند، بدان سبب است که ایران را به عنوان سرزمین واحد و به عنوان یک کشور واحد و یک پارچه نمی‌پذیرند، یا به هر حال در ذهن آنها ایران فقط یک منطقه جغرافیایی است که در آن ملت‌های گوناگونی از نظر آنها سکنا دارند. از نظر اینان، ایران نه یک کشوری صاحب یک تاریخ
و برخوردار از یک هویت تاریخی، تمدنی و فرهنگی، بلکه ناحیه‌ای است که روی نقشه جغرافیای جهان نامی بر خود دارد به اسم ایران. انگار که زورشان می آید که ایران را به عنوان کشور ایران و سرزمینی متکی به تاریخی مستمر و تمدنی خاص و دولت و حکومتی که قرنها دوام داشته است به رسمیت بپذیرند. از این رو تاریخ ایران را نادیده می گیرند و جغرافیای او را مطرح می سازند. پیداست که تاریخ یک کشور دیرسال مانند ایران را نمی توان از هم درید یا تکه تکه کرد، زیرا حاصل استمرار و مداومت زمانی حیات مردمانی بوده است که در عین برخورداری از تنوعات قومی و زبانی و فولکلوریک و فرهنگی، دارای علایق سرزمینی و تاریخی مشترک و دارای حساسیت‌های و آداب و مناسک و آیین‌ها و جشن‌های همانند و یگانه بودند و همین واقعیت در زمانی طولانی به تمدنی انجامیده است که حضور عینی و واقعی آن ضبط شده و به ثبت رسیده است. واقعیت انکارناپذیری که احساس تعلق مردم سرزمین ایران را به ایران و به تاریخ و فرهنگ کشور خود تضمین کرده است. اما برخلاف تاریخ، لابد اینان جغرافیا را میتوان مثل یک فرش قیچی کرد و تکه های آن را میان کت خدایان و میراثداران خانها و ملوک و توایف پیشین تقسیم کرد. به نظر میرسد رواج اصطلاح بیمعنایی چون جغرافیایی به نام ایران مبتنی بر چنین آرزوی نامعقول و چنین خیال پردازی های موهومی بوده است. کسانی که این چنین از تاریخ ایران رم می کنند اما مدام از جغرافیای ایران داد سخن می دهند، باید بدانند که صاحبان چنین افکاری هم در درس تاریخ رفوزه شده اند، هم در درس جغرافیا. از این رو سخنی که به عنوان نخستین درس با آنان می باید گفت این است که ایران جغرافیا نیست، ایران تاریخ است. و البته انگامی که می گوییم ایران تاریخ است، منظور از تاریخ نه زمان نگاری و توصیف کرونولوژیک رویدادها که یک هویت تمدنی و فرهنگی و ملی است. با آن که به فکر نیخواهان باید میهنز دروغ و خوش سال آساید، زین گونه که بر دروغ می افزایند، نشگفت که زهدان زمین خشک آید. شاد و سربلند باشید. در ایران دهه 50 دهه خیلی مهمی بود، نه تنها انقلاب در اون سال در اون دهه رخ داده است، بلکه از آغاز دهه 50 ساختن یک ایران نوین قدرتمند ثروتمند آغاز شده بود و ما در اون سالها به دلیل تقریبا گران شدن بهای نفت پول به حد کافی داشتیم، امکانات و متریال و مواد اولیه هم داشتیم. تنها کمبودی که اون سالها وجود داشت دانشمندها و نیروی انسانی بود. به همین دلیل از همون آغاز کار تمام اولیای امور، نخست وزیر و وزرا، همشون مرتباً از ایرانیان دانشمند خارج از کشور دعوت می‌کردند که به ایران برگردند و در ساختمان ایران نوین شرکت بکنند. در سال 1355 پاییزش بود، اعلیحضرت شاه فقید در یکی از سخنرانی‌های خودش اشاره کرد که یکی از بزرگان دانش فیزیک در دنیا که یک ایرانی است به نام آقای پروفسور علی جوان موفق شده است که کشفیات جدیدی در کار لیزرهای گازی به وجود بیاره
و به همین دلیل ما از وی دعوت کرده ایم که بیاد ایران. و بعد اضافه کرد که وقتی که ایشون اومد به ایران، ما ملاحظه کردیم که دانش ایشون از حد توانایی های فنی ایران در اون سال به مراتب بالاتره و ما مجبور شدیم که از این دانشمند بزرگ خواهش کنیم که بار دیگر به آمریکا برگرده و در لابراتوارهای اونجا و استفاده از امکانات اون کشور برای کشفیات آینده خودش استفاده کنه. در اون سالها من مجله تلاش رو داره می کردم و طبیعی است که مثل هر سردبیر دیگری به فکر افتادم که این آدم رو پیدا کنم، آدمی که تا این حد مهم است که شاه مملکت او رو دعوت می کند به مملکت و بعد خودش اذعان می کند و اعتراف می کند که حد توانایی های ذهنی و مغزی این آدم از محدوده امکانات مملکت ایران خارجه. بنابراین یک چنین آدمی سوژه بسیار جالبی است برای یک روزنامه. تلاش کردیم که پیدا کنیم که این آقای پروفسور جوان کجاست. هیچ کس به ما جواب درستی نمیداد. ولی مجله تلاش به نخست وزیر مملکت تعلق داشت و طبیعتاً مجله‌ای که به نخست وزیر مملکت تعلق داشته باشد امکاناتی هم دارد که میتونه از این نظر براش مفید باشه و ما با استفاده از همین امکانات تونستیم محل سکونت و چگونگی راه پیدا کردن به او رو پیدا کنیم. من شخصا خودم تلفن کردم اونجا و کسی که صاحب خانه بود با حیرت گفت اولا از کجا میدونید؟ خب من گفتم که اینطور به همین دلیل میدانم و گفت که ایشون برای دیدار فامیل خودشون رفتن به تبریز، یه 7-8 روز دیگر برمیگردن. بعد این موضوع رو به یک حادثه خوب تلقی کردم، چون ما درباره کشفیات اون هیچ چیز نمیدونستیم. یک روز به اتفاق خانومی که قرار بود مصاحبه با آقای پروفسور جوان رو انجام بده، رفتیم پیش یکی از دوستان من در دانشکده علوم و در قسمت فارسی فیزیک که ایشون مدرس این رشته بود. از او خواستیم که به ما توضیح بدهد که اختراعی که آقای علی جوان پیدا کرده است و انجام داده است چیست، که ما اگر موقعی که خواستیم مصاحبه کنیم بدونیم که راجع به چی داریم حرف میزنیم. اون دوست مدرس فیزیک من شروع کرد و به مقداری به ما توضیحات داد و نه من چیزی فهمیدم نه خانمی که همراه من بود فهمید. و اگر که اون دوست فیزیکدان من الان این برنامه رو نشنود، میخوام بگم که حتی اون مدرسم چیزی از اون چی که داشت میگفت نمیفهمید. خب منظور بنده این نیستش که این آدم دست به یک عالم دیگری زده بود که از محدوده ذهنیات همه خارج بود. این البته یه مقدار اغراقه. قطعا در همون موقع هم کسانی بودند در ایران که این موضوع رو بفهمند، ولی من نمیشناختم و تازه اگر هم میشناختم و تازه اگر ایشون توضیح هم میداد ما چیزی ازش نمیفهمیدیم. البته به همین دلیل هم من دیگه اصلا منصرف شدم از دیدن و مصاحبه کردن با آقای علی جوان. این که ما در اون سال به عنوان آدمی که تخصصی در رشته فیزیک نداشت چیزی از اختراع آقای علی جوان نمیشناختم و نمیدونستم و نمیتوانستم بدانم، امر عجیبی نیست. برای اینکه سالها وقت
سالها بعد، یعنی سال گذشته، روزنامه دیلی تلگراف یک لیست 100 نفری از نوابق زنده دنیا جمع‌آوری کرد که در این لیست پروفسور جوان نهمین نفر بود. اگر که لازم باشه باید این را اضافه کنم که نفر 32 آقای ارکانی است، یک فیزیکدان دیگر ایرانی، و نفر 43 خانم پردیس ثابتی است، بیولوژیست معروف، که این مایه افتخار ماست. به هر حال آقای علی جوان مرد بزرگی که ذهنش، مغزش، هوشش، تفکراتش و دانشش در محدوده 10 نفر معروف ترین نوابق دنیا جا می گرفت، متاسفانه مثل هر کسی دیگری در طول تاریخ و در همه آینده ها در مقابل مرگ نتونست مقاومت کنه و ایشون چند روز پیش درگذشت. آقای علی جوان اهل تبریز بود و اگر اونطور که من حدس میزنم به خانواده جوان تبریز تعلق داشت، خانواده جوان در تبریز خانواده هستن که مشهورن به دلیل مخالفت‌های شدیدی که با فرقه دموکرات سال 1324 تا 25 نشون می‌دادن، مبارزه می‌کردن و خانواده بودن که به همین دلیل هم شهرت داشتن. البته تا اونجا که من می‌دونم با خاطر مخالفت‌هاشون با فرقه دموکرات بهره‌ای هم نبردن، خانواده ثروتمندی بودن و با زندگی خودشون زندگی کرده بودن. به هر حال ما تنها کاری که میتونیم بکنیم در این لحظه این نیست که تحسین بکنیم آقای علی جوان رو. علی جوان از دست رفته است و اگر میموند هم اون چی که اختراع میکرد و اون چی که پیدا میکرد از محدوده توانایی های کشور ایران خارج بود. ولی در همون لیست 100 نفری ما 2 ایرانی نابغه دیگر هم داریم. اگر راست میگیم، اگر با آینده مملکتمون علاقمند هستیم، باید بدانیم که کابوسی که الان بر روی ایران گسترده شده است بالاخره دیر یا زود از بین خواهد رفت. کاری کنیم نوابقی که زنده هستن مفید باشن و کاری کنیم که دیگران هم ذهنشون پرورش پیدا کنه و اونها هم به صورت یک نابغه در بیان. زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به مناسبت آغاز 33 اجلاس شورای حقوق بشر از عدم همکاری برخی کشورها با این شورا سخن گفت که عبارت باشند از سوریه، ونزوئلا، بلاروس، کره شمالی، اریتره و ایران. این شخصیت مسلمان که شورای حقوق بشر سازمان ملل رو تصدی می کند به استناد گزارش سازمان عفو بین الملل اظهار داشت در سال 2015 میلادی 977 نفر در ایران اعدام شدند و این رقم رو بی سابقه توصیف کرد.
وی در ادامه گزارش خود یادآور شد که از 3 سال پیش مقامات جمهوری اسلامی اجازه بازدید از ایران به بازرسان این نهاد بین المللی ندادند و بر این گفته افزود گزارش‌های دریافتی همچنان نشان دهنده مشکلات بنیادی در روند قضایی ایران است. برای توضیح و تفسیر مطلب همین چند کلمه کفایت می‌کند. مشکلات بنیادی در روند قضایی ایران عامل عدم پیشرفت کار بازرسان سازمان ملل و حقوق بشر. آری، نقض حقوق بشر در ایران معلول مشکلات بنیادی در روند قضایی است. مشکلاتی که از ذات نظام حاکم ریشه می‌گیرد و حتی بر بعضی تعارفات مندرج در قانون اساسی همین نظام قلم ابطال می‌کشد. در انقلاب مشروطه موضع‌گیری مشروع طلبان در برابر مشروط خواهان به دلیل دلسوزی آنها از حذف اقتدارات نامحدود شاه و عمال حکومت استبدادی نبود. این مواضعه از زمانی آغاز شد که در قانون اساسی حاکمیت قضایی نیز به تشکیلاتی به نام قوه قضاییه انتقال یافت و عملاً از حیطه اختیار علما خارج شد. تا آن زمان امور قضایی به طور عمده در محضر علما و بر اساس احکام ناسخ و منسوخ این طبقه حل و فصل می شد. طبقه‌ای که خود را بر اساس احکام شرع دارای حق قضاوت می دانستند و حکومت نیز معارض این طبقه و این حاکمیت نمی بود. حتی پس از آن که محمد علی شاه از ایران گریخت و شیخ فضل‌الله نوری بالای دار رفت و دوره 2 ساله استبداد صغیر به پایان رسید، مدت‌ها طول کشید تا مشروطه خواهان توانستند نظام جدید قضایی رو بر اساس قانون اساسی شکل دهند. تشکیل عدلیه به معنای واقعی کلمه در تاریخ مشروطه ایران مدیون مشیر دوله پیرنیاست. صدر اشراف محسن صدر که خودش هم زمانی وزیر دادگستری شد و در این مرحله از زمان وارد ماجرا بود، در خاطرات خود اینطور می نویسد: در سال 1328 قمری مرحوم مشیر دوله وزیر عدلیه شد و از مجلس و رئیس دولت اجازه خواست که تا 6 ماه در منزل بنشیند و قوانین و تشکیلات و اصول محاکمات را تدوین نماید. مجلس و دولت با این تقاضا موافقت کردند. مشیر دوله به خانه رفت و اداره امور عدلیه رو به مجلس سلطان معاون وزارت عدلیه سپرد. مشیر دوله بعد از چند ماه قانون تشکیلات و قانون محاکمات را نوشت و تقدیم مجلس کرد. قانون تشکیلات از تصویب گذشت ولی قانون اصول محاکمات با مخالفت شدید علمای طراز اول مواجه شد. علمای طراز اول مثل شورای نگهبان کنونی حق داشتند مصوبات مجلس رو وتو کنند و از قانونی شدن اونها جلو بگیرند. صدر اشراف ادامه می‌دهد: ناچار این جانب
که با مرحوم مشیرالدوله دوستی داشتم به ملاقات مرحوم سید حسن مدرس رفتم که فعال و شاخص هیئت علما بود و موفق شدم نظر او را جلب کنم. بدین ترتیب که مشیرالدوله هم موافقت کرد، 8 ماده پیشنهادی علمای تراز اول در ابتدای قانون نوشته شود. پس از آن قانون در کمیسیون عدلیه تصویب شد و به طور 4 دیواری از مجلس گذشت. در همان سال 1328 قمری، یعنی 4 سال پس از صدور فرمان مشروطه، مشیرالدوله در مجلس برای عدلیه تقاضای بودجه مستقل و مخصوص نمود و این خود از تحول‌های شگرف دادگستری ایران است، زیرا تا آن ساعت قضات برای اعاشه خود ناچار بودند از طرفین دعوا مبالغی وصول کنند و این گونه دادگستری و قضاوت البته بیشباهت به دادگستری در شهر بلخ نبود و معمولاً کارها رو از ته خراب میکرد. در مورد ایستادگی مرحوم مدرس باید اضافه شود که این مخالفت موجب قهر مشیرالدوله و نرفتن او به مجلس و وزارت عدلیه گردید، ولی صدر الاشراف و میرزا مرتضی قلی خان نائینی نایب رئیس مجلس وساطت کردند و بالاخره آیین دادرسی مدنی تصویب شد. این موفقیت تازه ابتدای کار بود و با تحمیل شرایط علما عدلیه آن نبود که نوگرایان و اصلاح طلبان می‌خواستند. عدلیه زمانی عدلیه شد که نوبت وزارت به علی اکبر داور رسید و او با کمک مشیرالدوله و جمعی دیگر از جمله منصور السلطنه عدل، دکتر محمد مصدق السلطنه، میرزا احمد خان شریعتزاده و محسن صدرالاشراف توانست دادگستری مدرن را پایه‌گذاری کند در زمان سلطنت رضا شاه. این دادگستری به معنای واقعی کلمه یکی از ارکان سگانه حکومت مشروطه، یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه بود. اشخاص آشنا با امور سیاسی و اداری صادقانه شهادت می‌دهند که تشکیلات دادگستری در دوران قبل از انقلاب من حیث المجموع یکی از سالم‌ترین تشکیلات مملکتی بود و جا داشت به همان صورت حفظ و اندل اقتضا تحکیم و تقویت شود. اما چنین نشد. برعکس، از همان ابتدای کار با تسخیر دادگستری توسط روحانیت حاکم، قوه قضاییه استقلال خود را از دست داد و در تصرف بیت رهبری قرار گرفت. چنین است که امروز وقتی پرونده کشتار گروهی زندانیان سیاسی در سال 1367 با انتشار نوار مذاکرات آیت الله منتظری با مسئولان وقت از نو گشوده می شود، وزیر دادگستری که خود یکی از عاملان اصلی آن فاجعه بود سرسختانه به دفاع برمیخیزد و بر سر خودش و همدستانش در آن جنایت آب تطهیر می‌ریزد. پس می‌بینیم که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به درستی انگوش روی این نکته گذاشته که نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی معلول مشکلات بنیادی در روند قضایی ایران است. طبیعتاً تا این مشکلات از میان نرود، حقوق بشر در ایران مفهومی نخواهد داشت.